доктор. زمان چونین نگاهی عاشقانه را سیدعلی حتی آرزو نمیکرد. به هر دختری که خواستگار میفرستاد جوابی نمیگرفت. میگفتند قدش پست است، خانه ندارد، چیزی ندارد. حتی دختران مانند به خودش را هم نمیدادند. دخترش اینولی پست، پدرش که تا خانه را در نکنی، در نام دختر من نکنی، دوشمه دار، من نمیدم تو. دیگر برایش امیدی نمانده بود. روزی با ضرورتی از فیض‌آباد به خوجند رفت و عاشق شد. عشق به امیدی وصال. سناتور را دیگه کنیم بودم. من برای اویل کمی نرفته بودم. که وی های اماش خطی خسته اومد. با خوری کردیم سناتور را. های معقول کرد. نو معقول کرده و چی نمار همه. معقول نکرشی من چی ندارم. میگی. هایش کس نه زرمانه پدر نه مدر که خوره شما خواستگاری بیاید. همه خیلی گفتم. مایل کو فقط گفته اما شوارده سوارش کرد تا اوبردم شد. خونه تا معرکه کردم توی چی کردم. مسلم جورای و دختری کلونی یک خانواده بزرگ بود. وای میگوید همه خواهر و برادرانش رو هم روحی مادرش کلون و خونه دار کرد. و همیشه امید داشت که روز خواستگاری در خانهشون رو میکوبد. اما نمیدونست که این سیدعلی خواهد بود. برای مردکم دل چی ستارم گرم شد. حس کردم که آدمی مواره عاشق شدم. دوست داشتم. که دلم راضی شد که قطعی آمده. عشق 6 سال پیش زمانی بدلی آنها آمد که سیدعلی 46 و مسلم 44 ساله می شدند. حالا زندگی رو یک جای پیش می برند. آنها 300 سومانی نفقه معیوبی می گیرند و روزیشان رو از هنری خود می یابند. بافندگی رو مسلم از سیدعلی آموخته است. می بافم خودم یاد می دیم که یک زنگ یک جاش خطا می کنم زنگ یک باف زنگ یک چکون یادش می دیم. آنها می گویند عاشق هم دیگرند. و اگر خدا برایشان یک فرزند می داد، خوشبخترین انسان های روی زمین می بودند.